درود به شما عزیزان. باعث افتخار من این که با اینکه نمیتونستم در مجلس شما به خاطر شرایط جراحی که داشتم حضور داشته باشم، این افتخار به من داده شد که از طریق ویدیو با شما صحبت کنم. قبل از هر چیز میخوام به جناب زاغی تبریک بگم که در راهی که پیش گرفتن موفق هستن و همچنین تشکر بکنم که من رو هم به همکاری دعوت کردن و همچنین تبریکی دارم برای دوست عزیزم آقای میبودی. همونطور که در تابلوی که اول این فیلم گذاشته شده بود ملاحظه کردید، ما در سردر بنیاد ایمان را به عنوان مرکز پیس اند ترانکوالیتی نام گذاشتیم و همچنین در زیر اون ساین ببینید که علامت صلیب، منرا و هلال و ستاره از سه مذهب ابراهیمی رو بر فراز آن میبینید. این نشان دهنده احترام ما به همه این مجالس و مذاهب و عقاید است. البته در 17 سپتامبر هم حضور 25 گروه مذهبی در بنیاد ایمان به عنوان روز یکشنبه صلح از طرف سازمان ملل گواه بر این است که ما به این حد پایبند احترام به عقاید هستیم. من توسط مرحوم امام خراسانی به آقای زاغی معرفی شدم و افتخار بزرگی بود این آشنایی. و روزی که سان فرانسیسکو به مرکز اسلامی سان فرانسیسکو رفته بودم، اولین بار بود که علامت The Center of Peace and Tranquility رو در اون مرکز دیدم و امروز خوشحالم که به پیروی از همین نیتی که آقای زاغی و امام خراسانی داشتن در بنیاد ایمان هم همین کار رو کردیم. در دنیایی که ما زندگی میکنیم نفرت به اندازه کافی وجود داره. مهم اینه که ما چقدر بتونیم صلح و مودت و دوستی رو به وجود بیاریم. من موقعی که میبینم دوستان از مذاهب مختلف روزهای یک شنبه در بنیاد ایمان چرچ دارن، به خودم میبانم که این راحتی رو در اونجا حس میکنم. موقعی که یک فرد سرشناس یهودی آمریکایی به نام آقای والی مارکس، خانوادهش تصمیم میگیرن یادبودش رو در بنیاد ایمان بگیرن، با حضور 35 ارگانیزیشن یهودی میبینم واقعا یک جای صلح و آرامش باده. امیدوارم این حرکتی که توسط دوست عزیزمون آقای زاغی شروع شده بتونه در جهان فراگیر بشه. با شناختی که از همه مذاهب دارم چیزی به غیر از صلح و دوستی تدریس نمی کنم. و متاسفانه مذاهب حالت دست کسانی شده که سوداگران مرگ هستن و آنها هستن که میخوان مردم را به بیراه بکشن. من در برابر همه مذاهب سر تعظیم فرود می آورم و چه در کنیسا باشم، چه در کلیسا باشم و چه در مسجد، همون حالت روحانی رو حس میکنم. با امید موفقیت و روزافزون همه شما و پیش برده این هدف بزرگ، شاد باشید.